هلاخه هست که انسان اصوره که با زنی ازدواج بکنه تا اینکه این ببینتش، یعنی ببینه اگر پسند میپسنده نمیپسنده، ولی اگر میخواد به توسط یک ماموری این زنی را که هنوز ندیده عقد بکنه این اصوره، چون ممکنه بعد بیاد این اینطور که خیال میکرد نیست و ازن در نظر پسندیده نیست، به دشمنی بشه، به دعوا بشه و به کار به طلاق برده. برای این اصوره که انسان بدون که ببینه یا لاغل عکسش ببینه، بدون این اصوره که با زنی ازدواج بکنه. خب برای این در موقعی که با هم ملاقات میکنن دیدن و تماشا کردن آیا این به نظر پسنده بیاد نمیاد، این مجرده، ولی به شرط اینکه این بیشت حد نباشه. یعنی وقتی که دیگه پسندید و دیگه براش مطمئن شد و براش حد شد که دیگه این نمی پسنده و میخواد اعتبار بکنه، دیگه این قانون این زن تبدیل میشه به قانون هر زن معمولی که نگاه کردن بدون لزومی و بدون حرف زدن هم طور میخواد نگاه بکنه، بدون خیره خیره نگاه کردن، این هم اصوره. و متاسفانه کسانی هستن که خیال میکنن که بعد از اینکه نامزدی کردن یا حتی قبل از نامزدی وقتی که از هم دیگه خوشون اومد و انتخاب کردن میتونن دیگه نه زن شوهر شدن دیگه، ولی هیچ تفاوتی بین زن شوهر اینا نیست و هیچ محدودیتی نیست، در طوره که این بسیار بسیار اشتباهی بسیار بزرگیه و هر گونه قانونی که درباره زنهای 100% غیره گفته شده درباره اینم این ثابته. بنابراین این بحثی ماده بود که مثلا تنها موندن در جایی که کسی نمیتونه بیاد یا جایی تاریکی یا توی صحرا این همش اصوره، هر ثانیه اینا دارن یک گناهی انجام میدن. و اینم بدونیم که اگر در موقع ملاقات ها و نامزدی ها و بعد نامزدی قبل از عروسی این انواع اقسام گناهی که از اینا مرتکب اینا سرزده این موجود باشن، این گناه ها تبدیل میشن به نیروهای پلید و بدخواه و موذی و میان های مرتب از اینا انتقام میگیره. بعد از انتباج اینا های مرتب مثل اینکه یه کسی هست که بین اینها اختلاف ایجاد میکنه، آدم دیگه بعدشون میاد و دعوا میکنن. اینا به خاطر چینه که در موقع ملاقات کردن ها و قبل نامزدی و بعد نامزدی اون قوانینی که بر اینها محولت ندادن، برای اینه که اینا دارن رن میکشن از این. برای این کسانی که میخوان زندگی خوش و خوشبختانه ای را برپا بکنن، وقتی در ایام ملاقات ها و در بعد نامزدی تمام اون قوانینی که بر هر مرد اسرائیل محول هست انجام بدن، همطور به قوانینی که بر هر زن اسرائیل محول هست انجام بدن، مواظب باشن و بدونن که تا وقتی که عروسی نشده اینها هیچ نسبتی به هم ندارن، نزدیکی به هم ندارن، کاملا به هم غریبه هستن. فقط چی؟ فقط برای شناختن این مجازه که هم دیگر ببینن صحبت بکنن. و البته هر صحبتی که میشه برای که شناختن این چه اخلاقی داره و چه از چی خوشش میاد، چی بعدش میاد، در آینده چی کار میخواد بکنه، این همش جز به این قانونه که انسان اصوره که باید ازدواج کنه قبل ببینه. این همه جوی شدن از احوال و از اخلاق و از عقاید و از نظریات، اینا همش جزء شناختنه که بعد بشناسن که چی هست، چطور باشه، آیا اینا با هم تفاوت نظر دارن ندارن و از چی خوششون میاد و چی بدشون میاد. اگر خب میر ببینه و از قیافش خوشش بیاد ولی از اخلاق و از نظریاتش بدش بیا، خب فایده چیه؟ این معلومه که این ممکنه بعد ازدواج با هم دعوا کنه. ببرین پرسیدن و جویا شدن از اخلاق و از عقاید و از نظریات و از هدف و اینا همش جزء شناختنه که
بایدی شناخت. ولی بیش از این بند مازه بود که بی خودی با هم حرف زدن و خنده کردن و شوخی کردن و اینا همش اصوره. و البته بعد اینم در داشت که هر کسی که میخواد با زن ازدواج کنه بعد به وزیر بپرسه که بعد از ازدواج چطور میخواد رفتار بکنه، از نقطه محجوب محجوبیت لباس چه لباسی بپوشه، چطور تره بپوشنه نپوشنه، چطور اینا همش بعد معلوم بشه که بعد از ازدواج من اینطوره میخواستم، میگه منم نمیخواستم، منم از این خوشم میاد، بعد این تو چرا من دخالت میکنی و اینا به هم دیگه دعوا بکنن درست نیست. بعضی این درست قبل از ازدواج همه معلوم بشه که چه نظری در چه چطور این زن میخواد لباس بوشه و چطور میخواد در نظر مردم نمایان بشه و بچه ها رو کجا میخواد تربیت بکنه، در مدرسه مذهبی خوب یا اینکه مدرسه مذهبی شلوبل و سست و ضعیف، یا اصلا حتی شلوم میخواد در مدرسه دولتی تحصیل بکنن. اینا بحث همه خوب معلوم بشه و همش درست روشن بشه که چه هدفهایی داره این زن. همینطور این زن هم بعد بدونه که این مرد چه هدفهایی داره و چطور میخواد رفتار بکنه. همینطور از پرسیدن از نگاهتن شبات و تمام کشروت و تعارض خانواده بعد همش خوب اینا روشن بشه و تا بدونن که به چه هدف اینا میخوان، به کدام هدف میخوان قدم بزنن برن جلو. بعد در ضمن بعد اینا میگیم که بعد خیلی واضح بود که در موقع عروسی کسی که این در هر عروسی هر جشن عروسی که نکات محجوبیت اینا مراعات بشن، شخینا اونجا ساکن میشه. وقتی شخینا ساکن شد، این اولین دقایق زندگی که شخینا در اونجا ساکن باشه، البته این کمک میکنه، خیلی کمک میکنه برای آینده که اینها این زن و شوهر با هم با محبت و با دوستی و با خوش رفتاری با هم با خوشی و رضایت زندگی بکنن و بین اینها دعوا و مرافع و جنگ و نزاع پیش نیاد. اگر هم بیاد خیلی خیلی به ندرت، خیلی خیلی ضعیف، خیلی کم ممکن. خب هر بالاخره هر زن و مردی اینا با هم یک تفاهم مخالف اختلاف نظر دارن، ممکنه بعد وقتا ولی وقتی که در این جشن عروسی نکات محجوبیت ایجاد نمیشه، زن و مرد هم با هم نشستن و با هم میخندن و میگند و میرخصند و اینا، این شخینا ساکن نیست، برعکس نیروهای تومعا میان بر اینجا ساکن میشن و این دیگه زندگی معلومه. وقتی که با این طور شروع میشه دیگه معلومه بعدا چطور ادامه داره. بله، برای من وقت اینا خوب بهش اهمیت داد که بین زن و مرد دیواره باشه، دیواره خوب، برای محکم و بلند و در کارت عروسی هم چقدر خوبه که بنویسن که تجلی خانم ها و دختر خانم ها با لباس های پجمانه مانند الماسی میباشد که به فروغ و شکوه جشن ما خیلی اضافه میشه. اینطور مثلا صورت ماخیه ما را با لباس های محجوبانه مفتخر و قرین افتخار بکنید. اینطور مثلا اینطور این به این ترتیب چقدر این باعث خوشبختی سعادت این عروس و داماد میشه که در آینده در دگیشون اینا در خونهشون شخینا ساکن باشه و شخینا در ساکن خانه شد، این دیگه دعوا نیست، مرافع نیست، دشمنی نیست، جر و بحث نیست و همینطور زندگی خوش از آدم دیگر راضی هستن و به برکت میاد، نعمت میاد، تنگی حوصله نیست، حوصله هست، شادی هست، همه چیز هست. بچه چه برسه این که بچه های صالح و صدیق و صدقت خان بود. این هر شرطش اینه. خیلی متاسفانه خیلی نمیدونن خیلی میکنن که جشن عروسی فقط برای خوشگذرانی و اینا، نه اینطور نیست. جشن عروسی این یک نوع امکان برای ساکن کردن شخینا در خانواده، این خانواده عروس و داماد.
بنابراین بعد خیلی بهش اهمیت داد. هزار بار